شما هموطنان عزیز باز کنم، لازم به توضیح دیدم که یک مقدار از خودم برای شما بینندگان محترم شناسایی ارائه کنم که هر کس که در قدیم با چهره من احیانا آشناس، چیزی با این نشان دادن این عکس ها با قیافه من، شاید اونایی که تو تهران بزرگ شدن آشنا بشن. و متاسفانه هر 4-5 سال قیافه من یه جوری تغییر کرده که عکس های من هر کدوم دیفرنته. من شروع میکنم حدودا از نوجوانی عکسایی از خودم نشون دادم برای بیشتر آشنا شدن شما، هم یه چند تا عکسی رو از خودم نشون میدم تا به امروز. این عکس حدودا 16-17 سالگی بنده است. بعد به ترتیب همینطوری میایم جلو، یه 2-3 سال بعد به ترتیب میریم جلو، حدود 20-21 سالگی. ۲۳ سالگی، ۲۴ سالگی، یه خورده اون زمانها هیپی بودیم، به هر حال جوانی بود و هزار مسئله. این عکس حدود دیگه 5-6 سال پیشه و این آخرین عکسی که ما به طور رسمی از خودمون داشتیم مال 3-4 سال پیشه که متاسفانه الان هم دیگه سر و کوتاه کردیم و سیبیل هم زدیم و دیگه از اینجا به بعد خود بنده رو شما زیارت خواهید کرد. علت اینکه این عکس ها رو نشون دادم که اونایی که از قدیم، بعضی موقع شخص میاد روی تصویر قیافه ها همه عوض شده، سالها از انقلاب گذشته، باعث میشه یه عده وقتی شما صحبت میکنید متوجه نمیشه شما همون شخص مثلا 10 سال پیشی هستی که قیافت تغییر کرده. فشارهای زندگی، مسائل سیاسی که بر ما هموطنان در دوران آوارگی گذشت، متاسفانه بر اونایی که خیلی حساس تر بودن اثرات بیشتری گذاشته، از جمله خود بنده و شما. درود بر شما هموطنان گرامی، چه در داخل کشور و خارج کشور. مسعود حمید کردار هستم، متولد 1330، بچه کوچه خیر میدان ژاله هستم، یعنی بزرگ شده اون منطقه هستم و آخرین شغل اداری من در شرکت برق منطقه تهران کار میکردم، قسمت نصب پست های 60 کیلووات و از سال 63-64 حدوداً به خارج از کشور اومدم جهت ادامه مبارزه و تا به امروز به این کار ادامه دادیم. و علت این که این نوار رو به فکرم افتاد که برای شما هموطنان به اصطلاح ضبط کنم، تهیه کنم، این بود که مسائلی که حول و حوش مبارزات سیاسی ما بلخص در خارج از کشور به گونه ای بود که ظاهرا تا به امروز هیچ یک از هموطنان ما که برای مبارزه در جهت آزاد کردن کشورشون فعالیت کردن رو راضی نکرده گویا و نتیجه ای هم نبخشیده. پیامد این مسائل بود که امروز بنا گذاشتم که با شما صحبتهایی رو در میون بذارم. حدود 28 ساله که از انقلاب گذشتم وطنان و این جمعیتی که یه چیز در حدود 5-6-7 میلیون ما ایرانی در خارج از کشور داریم که منهای عده معدودشون که با پولهای کلان و آنچنانی به خارج از کشور اومدن و در ناز و نعمت هم دارن زندگی میکنن، هر کدومشون کمتر از پادشاهی زندگی ندارن، بقیه مردم به سختی زندگی میکنن و با جنگ و اعصاب‌های گوناگون دارن روز و به شب، شب و به صبح می‌گذرونن. و در این راستا اونایی که دلشون برای خودشون در مرحله اول، در مرحله دوم برای شما هموطنان و کشورشون ایران سوخته بود، به فکر این افتادن که در گروه‌های سیاسی شرکت کنن و به مبارزه خودشون ادامه بدن به امید اینکه یه روزی کشور رو دوباره از چنگال این اهریمنان حکومت آخوندی نجات بدن. و شروع کردن به فعالیت. هر کس در هر جای دنیا که بود، تمام قاره ها الان ایرانی ها پخش شدن. به هر حال این گروه هایی که تشکیل شدن جهت مبارزه، عده‌شون هستن که میتونیم بگیم به جرأت وابستن با
حقوق بگیر کشورهای بیگانه که منافع میبرن از ایران هستند و به نام مبارزه عملا سعی کردن که سد راه مبارزه بشن و امروز برای یکایک ما مردم در خارج از کشور و همچنین شما در داخل کشور ثابت شده که اینها نه تنها میلی به بازگشت به ایران که ندارن هیچی، بلکه عملا اصلا تعصبی یا مسئولیتی راجع به کشور گذشته خودشون ایران نداشته بلکه و ندارن، چون که همواره برای کشورهای بیگانه کار کردن و از قبل اونها به پولهای آنچنانی رسیدن و زندگیهای بسیار بسیار اشرافی برای خودشون تهیه کردن. اما نیم دیگری از این بخش در این گروه هایی که همه مبارزه می کنن برای آزادی، افرادی هستن سالم، صادق، با نیتی بسیار بسیار خیرخواهانه و هدفشون اینه که واقعا ضمن این که به ادامه زندگیشون در این غربت و آوارگی ادامه میدن، کار مثبتی بتونن بکنن در جهت آزاد کردن کشورشون. که خب درود به شرف همه این آزادی خواهان، چه اونهایی که به صورت گروهی در این احزاب و گروه ها فعالیت میکنن و چه اونهایی که حتی تصمیم گرفتن که به صورت منفرد در این 28 سال بعد از کودتای ننگین آخوندی به مبارزه خودشون جداگانه ادامه بدن و هر کی به سلیقه و راه و روش خودش مبارزه‌شو یه جورایی به هر حال جلو برده. خیلی ها در این راستا در این 28 ساله در غربت کشته شدن، خیلی ها سرشون بریده شد توسط عمال حکومت آخوندی و خب بعضی ها نامشون مشخصه، خیلی ها هم در گمنامی و بیکسی و تنهایی در یه گوشه‌ای در این دنیای پهناور خارج از کشور خودشون جان به جان آفرین تسلیم کردند و مردند و حتی من و تو هموطن نامی از اونها نمیدونیم. بر اونها هم سپاس میفرستیم و درود به شرفشون. همینطور در داخل کشور، در داخل کشور هم همینطور عده‌ای بودن در جهت مبارزه فعالیت کردن و اسیر شدن، شلاق خوردن، توهین شنیدن، به زندان افتادن و نهایت تیرباران شدن، اعدام شدن، سنگسار شدن خواهران و برادران وطن پرست ما، وطن دوست ما و همچنین عده کثیری، هزاران هزار پسران جوان ما در جبهه های جنگ تحمیلی مصنوعی که برای ما به وجود آوردن کشته شدند. اونها هم برای آزادی کشورشون، وطنشون، برای دفاع از کشور به جنگ رفتن و کشته شدن، علی‌رغم این که حکومت ننگین اصرار داشت که اینها برای دفاع از اسلام رفتن به جنگ. خب بخش خیلی خیلی کمی هم بودن جوانهای زیر سن بلوغ که شستشوی مغزی شده بودن، اعتقاد داشتن احیانا به دین خودشون، به اسلام خودشون و واقعا اونا هم اونطوری فکر میکردن، یه عده کمی هم اونطوری بودن، ولی اکثریت قاطع برای دفاع از مرز و بوم کشورشون رفتن و جان به جان آفرین تسلیم کردن. یک بار دیگه برای همه اونایی که در لواح دفاع از وطن کشته شدن سر تعظیم فرود میاریم و به یکایک اونها درود میفرستیم. هموطنان، قبل از اینکه موضوع سخنم رو آغاز کنم میخواستم خدمتتون چیزی را عرض کنم. منو ببخشید اگر در این فیلم کوتاهی که من دارم برای شما صحبتهای خودم رو پخش میکنم اشکال و یا ایرادی دیدید از نظر تکنیکی یا فیلم برداری یا صدا یا نور و همینطور این کلاهی که من بر سر خودم گذاشتم، امیدوارم به بزرگواری خودتون منو ببخشید، چون من نه حرفه‌ای هستم در این کار علیرغم اینکه در خیلی از کارها تخصص دارم، اما در این یک کار به خصوص هیچ نوع تخصصی ندارم و ادعایی هم ندارم و در این راستا از دوست بسیار بسیار گرامی خودم خواهش کردم بعد از اینکه این فیلمو پر کردم ایشان با تخصص خودشون اینو ادیت کنن و کمکی در راستای این فیلم باشن و قبلا هم از ایشون و هر کسی که در این راستا به من کمک میکنه و در پخش این فیلم در آینده قبلا از یکایک آنها سپاسگزاری میکنم و
این کلا رو عرض کردم زیاد بر من ایراد نگیرید، من ترجیح میدم کلا سر خودم بذارم تا اینکه سر مردمم بذارم. به هر حال این زیاد مسئله مهمی نیست. باری داشتم عرض میکردم 28 سال از انقلاب گذشته و هر کسی به نوعی سهم خودشو داره ادا میکنه برای مبارزه و آزاد کردن کشور خودش در این گروه های مختلف. در این گروه ها، این گروه ها رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. یه قسمتی که به طور کلی اینها همه وابسته به کشورهای بیگانه هستند، کشورهایی که در ایران همیشه منافع داشتن و دارن و خواهند داشت و اینها حقوق بگیران این کشورها هستند. خب طبیعی است وقتی کسی وطن خودش رو میفروشه به خاطر رفاه بیشتر، آسایش بیشتر و احیانا مالندوزی بیشتر، دست به هر کاری میزنه و این از نظر عموم قاطبه هر ملتی خیانت محسوب میشه. این آقایون به شکل به ظاهر مبارزه علیه ایران و آزاد کردن کشور، عملا سد راه آزادی شدن و نذاشتن ببخشید که مبارزه ملت ما به سرانجامی برسه و نتیجهی هرچه سریعتر بگیره و اون کردن که اربابان خودشون کشورهای بیگانه دوست داشتن و در باطن خودشون هم هرگز احتیاجی نداشتن که دیگه دوباره به اون کشور پا بذارن، اساسا نمیتونن هم پا بذارن، چرا که پیش خودشون فکر میکنن که چون ما دست این کارا زدیم به هر حال اگر حکومت عوض شه ما در اونجا جایی نخواهیم داشت. اینم طرز فکریه، اینم یه مدل فکر به هر حال برای خودش. کنار این گروه، این گروه هم در ضمن عرض کنم گروه تازه‌ای نیستن. اینا امروز و دیروز و یه هفته پیش و یه ماه و یه سال پیش در استخدام این کشورهای بیگانه نبودن. اینا از سالیان سال برای کشورهای بیگانه کار میکردن، از زمان محمد رضا شاه برای کشورهای بیگانه کار میکردن، حتی از رضا شاه، زمان رضا شاه بزرگ. و خب علت این برای بیگانه کار کردن هم دلایل زیادی داره. بخشی از اون دلایل عقده‌های درونی، عقده‌های شخصی، کمبودهای شخصی. حالا این کمبودها میتونه نوعهای به خصوصی داشته باشه. به قول شجاع‌الدین شفا، دکتر شجاع‌الدین شفا در یکی از کتابش میگه حاصل و نتیجه انقلاب و این همه شوربختی و بدبختی ملت ایران ایجاد عقده‌های درون ملت بود و ایشون به حق و به درستی درست دست گذاشتن رو بخشی از معضلات مملکت. درود بر ایشون. بله، عرض میکردم این عقده ها میتونه گوناگون باشه. عقده جاه طلبی، عقده مقام، عقده ثروت، عقده نامی رو مطرح کردن و خود مطرح کردن و خیلی مسائل دیگه که ما در اون موقع نیستیم که بیایم این عقده ها رو بشکافیم و اساساً هم کار شخصی چون بنده نیست. این مسائل به دست کارشناسان این مسائل باید سپرده بشه و از بین برده بشه که ما هرگز در کشور خودمون این شانس رو نداشتیم، ولی برعکس با ندونم کاری های ما و مسئولان ما همواره به عقده های ملت ما هر روز بیشتر و بیشتر شد که این مسئله ایست جدا که بعدها باید بهش بپردازن کسانی که در این رشته تخصص دارن. اما گروه دیگری که در این گروه ها به فعالیت برای مبارزه علیه کشورشون اقدام کردن در این طول 28 سال عده‌ای بودن که همواره میخواستن خودشون از این منجلاب آوارگی و دربدری و در غربت نجات بدن و میخواستن برگردن. قصد خوشنشینی و خوشگذرونی در کشورهای خارج نداشتن، اساساً نمیتونستن هم داشته باشن. کسانی که بی پول اومدن و دارن صبح شب اینجا سخت کار میکنن برای امرار معاش روزانه خودشون، اینها نمیتونن به خوشگذرانی بپردازن. در خارج زندگی خیلی سخته، یک روز اگه کسی سر کار نره فردا دوچار مشکل خواهد شد. مثل خود شما هم وطنان داخل کشور، شما هم همین وضع رو به شکلهای دیگری دارید، هیچ فرقی نداره. در این 28 سال اخیر این گروه ها و سران این گروه ها هر از چند گاه یک بار جلساتی میذارن، سمینارهایی میذارن، کنفرانس‌هایی میذارن، گرد همایی‌هایی میذارن و به طور کلی
وقت تلف کردن و میکنن و آخر هر یه سال دو سال این موضوع رو به صورت سوال مطرح میکنن که هموطنان چه باید بکنیم، چه باید کرد. از این چه باید کرده و چه باید بکنیم تا به امروز 28 سال متاسفانه گذشته و ظاهرن به نظر میرسه که هیچکی جواب این چه باید کرد و نداده. این به این معنا نیست که جواب نداره. مسلماً خیلی از هموطنان خوب و با خرد و با اندیشه و با تخصص ما حتما جواب این سوال رو داشتن و دارن. اما به دلیل بلایی که این گروه ها بر سر فرد فرد ملت ما چه در خارج و چه در داخل ایران آوردن، باعث شده که ما ایرانی ها به هیچ کس و هیچ گروهی دیگه اعتماد نکنیم. عدم اعتماد رو در ما به وجود آوردن تا جایی که دو نفر نمیتونیم با هم به دوستی و به مشورت بشیم و هم دیگر رو قبول داشته باشیم. این عدم اطمینان ضررات زیادی به ما زده. دیگه اگر امروز خود خدا هم بیاد پایین بخواد یه صحبتی به نفع ما بکنه، کاری به نفع ما بکنه، یا قبولش نداریم، اگر هم بخوایم قبولش داشته باشیم با شک و تردید هرگز دیگه به او اعتماد کامل نمیکنیم. خب تقصیرم نداریم. این بلایی است که بعضی از این گروه ها و بعضی از سردمداران اپوزیسیون در خارج از کشور بر سر ما آوردن و نتیجهش هم همون عقده‌هایی که عرض کردم. اما من بارها و بارها به خودم گفتم که خب آقا تو به اندازه کافی برای ملتت کار کردی، مبارزه کردی، بعد از انقلاب جهاد رفتی، جنگ رفتی، به عنوان نماینده 5-6 هزار تا پرسنل برق وزارت نیرو تا اونجا که تونستی خدمت کردی. نمیدونم کارایی هم که نباید دادم بگه، خلاصه در جهت رفاه مردم کمک به هم نوع به هموطن خودت کردی. آقا برو دنبال کار خودت، زندگی تو بکن. هر بار که اومدم این کارو کنم، ولی خب یه اخباری میشنوم از ایران، یه اخباری میشنوم از خارج، اینا منو باز برمیگردونه، نهیب میزنه که آقا تو ایرانی هستی، نمیتونی بی خیال بشی، به فرهنگت، به کشورت پشت بکنی و فقط فکر خودت باشی. از این روز که منو دوباره حیف پوش میکنه که برگردم تو صحنه مبارزات علیه این رژیم ننگین و به نفع ملت بیچاره خودمون. از این روز با خودم بارها و بارها فکر کردم که چه باید کرد و ما نمیتونیم جوابی براش پیدا کنیم تا اینکه از ریشه معضلات مملکت خودمون رو متوجه نشده باشیم. من خیلی سریع میخوام کوتاه کنم ببرم شما رو سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که اگر ما بیایم برگردیم به یه چیزی در حدود 60-70 سال پیش که تقریبا تو سنین ماها قد بده کمی بیش و کمی کم و مسائل تاریخ خودمونو یک نظری دوباره بهش بیافکنیم، من فکر میکنم متوجه خواهیم شد که علت مشکل اصلی ملت ما که به این سیاه روزی افتاد و پیدا بکنیم. من به اندازه عقل خودم فکر میکنم بخشیشو پیدا کردم و اون اینه که امروز با شما مطرح میکنم. قبل از اینکه مطرح بکنم، ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که چرا این شخص، این مسعود حمیدکردار، پرچم ایران رو گذاشته اینجا و پرچم سه کشور بزرگ و مثل انگلستان، آمریکا و اسرائیل رو گذاشته این سمت. موضوع سخن امروز من در رابطه با همین سه پرچم و کشور خودمون دورور اینها به اصطلاح هلوش ایناست. این بحث امروز من بله در زمان برمیگردم، شروع صحبتامو از زمان رضا شاه شروع میکنم. رضا شاه بزرگ، این مردی که به ایران خدمت کرد. رضا شاه با سلح شوری و جوهر وجود خودش رسید به اونجا که برای پادشاهی کشور ما انتخاب شد. این انتخاب بر همگان آشکاره. یکی جوهر وجودی خودش بود که او را انتخاب کردن. دوم توافقی بود که ما بین ایران و کشور کنترل کننده ما انگلستان کبیر بود و با این توافق بود که رضا شاه به پادشاهی رسید. یادمون نره زمانی که رضا شاه به پادشاهی رسید، کشور بسیار بسیار وضع بدی داشت.
هرج و مرج همه جا حاکم بود، حسین قلی خانی بود، کسی جرأت نمیکرد ساعت 7 شب از خونه خودش بیاد بیرون، چه برسه به این که بره در جاده ها. بسیار ناامن بود، قتل و غارت زیاد میکردن، از نظر بودجه ای وضع خراب بود، مملکت هزار مسئله داشت، بی سوادی کولاک میکرد و این مسائل ها. به هر حال وقتی رضا شاه به پادشاهی رسید با توافق کشور انگلستان که اون موقع من فکر میکنم قوی ترین کشوری که ایران رو تحت حمایت خودش داشت و بهره بیشتری هم به نسبت دیگر کشورها میبرد، بریتانیای کبیر بود. و خب پیامد این توافق بعد از اینکه رضا شاه به تخت پادشاهی نشست، دیدیم که مملکت هر روز در زمینه‌های گوناگون به پیشرفت و سعادت رسید. راه‌های کشور به هم وصل شد توسط راه آهن سراسری. دانشگاه زدن برای بی‌سوادان کشور، کارخونه‌ها زدن برای شروع ایجاد کار و از این قبیل کارهای درست برای منافع شما ملت. و رضا شاه سعی خودش رو بسیار کرد، خدمت کرد به ایران و کسی نمیتونه خدمات ایشون رو نادیده بگیره. اگر عده معدودی هستن و بودن که علیه او صحبت میکنن، بدونید که در اونها قشی هست، یک ایرادی درشون هست. اگر کسی سالم و صادق باشه، خدمات رضا شاه رو همیشه دیده و گفته. اغلب ملت اینایی که در کهنسالی هستن در اقصا نقاط، یعنی اگر برید با اینا صحبت کنید به شما خواهند گفت. و روزی که از ایران خواست بره یا ببرنش، نخواست بره، تبعیدش بکنن، متاسفانه ملت ایران هیچ کی به پشتوانه از رضا شاه تو خیابونا نریخت و این باعث تأسفه. چرا؟ من فکر میکنم هموطنان که رضا شاه ضمن اینکه مرد بسیار بسیار جالب تاریخ ما بود، زحمات بسیاری هم کشید و مردی بود با جوهر و دورنگری فراوان، اما وقتی به پادشاهی رسید بعد از یه مقدار به اصطلاح پیشرفت جامعه خودش، فکر میکرد که شاید این همه پیشرفت فقط به خاطر وجود خودشه. بخشیش بود، درسته، بخش عظیمیش بود، اما یه چیزی رو یادش رفته بود و اون حمایت کشور قدرتمندی مثل انگلستان بود، که حمایت او بود که ایران میتونست رو پای خودش بیسته، ایرانی که بسیار بسیار وضع اسفناکی داشت تا قبل از شاه. پادشاهان قاجار از سفارت انگلیس و روس حقوق میگرفتن برای امرار معاش خودشون. حالا فکر کنید ملت بیچاره چه وضعی داشت، مملکت چه وضعی. اینو گفتم که گذرا بگذاریم از این مسئله که دوران بسیار بسیار بدی بود، در پایین ترین نقطه ضعف ایران قرار داشت. ایران اون ایران تاریخی باستانی دیگه نبود، اون قدرت ها و اون مسائل ها دیگه نبود، خیلی ضعیف شد، خیلی ضعیف، فقط هم به دلیل ندانم کاری های سران کشور در طول تاریخ، مسئولان کشور در طول تاریخ. به هر حال رضا شاه روحیه ناسیونالیستیش به قدری بالا رفت و بالا رفت که به کار افراد رسید. افراد از این رو که امر بر خودش مشتبه شد و فکر کرد که اونه که داره ایران رو به تنهایی به اونجا میرسونه، ولی اشتباه کرد، او نبود، او به تنهایی نبود. این کشور به اصطلاح کمک کننده ایران، کسی که به توافق رسیده بود با رضا شاه، انگلستان بود که بخش عظیمی رو کمکایی میکرد که ایران به پیشرفت بره. به هر حال اشتباه رضا شاه بزرگ باعث شد که خودش رو به تبعید برفستن و مملکت یک بار دیگه میرفت که به سراشیبی سقوط بره، ولی با فکر خوب و درایت بعضی از یاران باقی مانده او مثل سپهبد زاهدی، با یک چرخش درست به موقع و همکاری و توافق و تماس با کشور انگلستان، مجدداً باعث شد که پادشاهی به ایران برگرده توسط پسر رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه فقید بزرگ. این بود که دوباره مملکت برگشت سر جای خودش، به هرج و مرج تبدیل نشد و نه تنها تمام اون مسائل باز چرخ ها را افتاد در جهت پیشرفت مملکت، بلکه به طور تصاعدی در همه زمینه ها ما بهتر شدیم. اگر رضا شاه یک راه آهن زد، محمد رضا شاه ایرلاین خطوط هواپیمایی رو راه انداخت، یکی از معتبرترین و بهترین خطوط هواپیمایی جهان بود.
اگر رضا شاه یه دانشکده زد، محمد رضا شاه چندین دانشکده زد. دانشگاه شیراز، پهلوی شیراز، دانشگاه ملی، دانشکده‌های فراوون فنی در سطح کشور، کارخانجات متعدد، صنعت مادر ذوب‌آهن رو به ایران آوردن، نمیدونم انرژی اتمی رو تأسیس کردن، پتروشیمی رو راه انداختن، که همه اینا به صورت تصاعدی چندین برابر بهتر از زمان رضا شاه شد. و اگر در یک کلام بخوایم بگیم که این همه مسائل که برای ما رو به اون همه پیشرفت رسوند و ما به اون پیشرفت‌ها دست پیدا کردیم چی بود، من خدمت شما میگم حاصل دو چیز: درایت و تیزهوشی محمد رضا شاه و باز کمک بیگانه، کشوری که با ما به توافق رسیده بود، کشور انگلستان. درسته که انگلستان منافع خودش رو میبرد، همیشه میبرد، ولی اینو میدید که به ما هم این دیدو داشت که بتونیم که هر روز مرفه‌تر زندگی کنیم، پیشرفت بکنیم، ترقی کنیم در مسائل تکنولوژی، تحصیلات، همه چی. میدید که ما هم پای دیگر کشورهای پیشرفته جوریم، تا جایی که پنجمین قدرت ارتشی جهان شده بودیم و در خاورمیانه ما حرف آخری میزدیم، قوی‌ترین کشور در خاورمیانه بودیم از تمام ابعادش، سیاسی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی، همه چی. برای اینکه ما تاریخ کهنی داشتیم، ما ید طولایی در فرهنگ داشتیم، مخصوصا به هر حال زمانی هم امپراتور بودیم، کشور ما هم یه زمان کشور بزرگی بود و داشتیم درست میرفتیم جلو. همه به رفاه نسبی رسیده بودن، بعضیا سوپر زندگی میکردن و میرفت که دیگه بی سواد تو ایران نباشه، فقیری تو ایران نباشه، همه از یه زندگی بهتری برخوردار باشیم و بریم که آینده رو تصاعدی هر روز بهترم بسازیم. و اینها همه در پناه همین دوستی با کشور انگلستان و آمریکا در 30-40 سال اخیر زمان شاه باعث شده بود که ما با تبادل معادلات، معاملاتی که با این دو کشور می‌کردیم، اونها هم به موقع از ما به اصطلاح حمایت می‌کردن، کمک می‌کردن، چه از راه تکنولوژی، چه مسائل‌های دیگه نظامی رو. ما شده بودیم اون چیزی که بر همه شما دیگه روشنه. اما چطور شد که باز استاپ شد؟ دوباره ما رو نگه داشتن، نذاشتن دیگه ما بیشتر از اون ترقی بکنیم. من فکر میکنم همون اشتباهی رو که رضا شاه فقید، رضا شاه بزرگ کرد، پسر ایشون محمد رضا شاه هم کرد. چرا؟ رضا شاه بعد از اینکه یه مقدار پیشرفت جامعه خودش رو میبینه، چون جوهر وجودیش هم خیلی بود، خیلی سخت کوش و سخت کار و دلش برای وطن هم خیلی میسوخت، هم بهش مشتبه شده بود که همه اینا مدیون خودشه، ولی این نبود، اشتباه کرده. محمد رضا شاه فقید هم من فکر میکنم وقتی پیشرفت کشور رو دید، به اونجا رسید که پنجمین قدرت نظامی جهان شد و دیگر مسائل، ایشون هم همون اشتباه کرد. ایشون هم فکر کرد که ما دیگه قدرتی هستیم، چرا دیگه امتیاز بدیم به کشورهایی که با ما همیشه به توافق رسیدن، مثل اول انگلستان، دوم آمریکا. اومد و به اصطلاح میخواست بیشتر برای کشورش مفید واقع بشه، یک ناسیونالیست افراطی شد. یعنی چی؟ اون هر چیزی رو فقط برای کشور خودش میخواست، دیگه نمیخواست درصدی از منافع کشور رو باز بده به کشورهایی که با ما به توافق رسیده بودن و از ما حمایت میکردن. به طور کلی ما در اون زمان مستعمره انگلیس و آمریکا بودیم، غیر مستقیم بودیم، اگر اینها شیپور و نداشته بودن و همه جا داد نمیزدن، ولی ما اونا بودن. ولی در ظاهر اینقدر ما را آزاد گذاشته بودن که بر فرد ما همه این فکر پیش اومده بود که ایران یک کشور آزاد، مستقل، فلان و با این همه پیشرفت. خب بد نبود، ولی محمد رضا شاه نگونبخت همون اشتباه رو کرد و نتیجه این اشتباه و عدم توجه به مسائل حول و حوش خودش، بلخص مسائل جهانی و سیاسی، و در نظر نگرفتن این دوتا کشور که در امر پیشرفت کشور ما نقش بسیار بسیار زیادی دارن، برگشت توی سخنرانیاشون حرف زد که ما دیگه به شما چشم آبی ها و مو بلند ها امتیاز نخواهیم داد یا به این حد نخواهیم داد. همین مسئله باعث شد به نظر من که این فاجعه ای بر ملت ما که امروز حاکمه از اون لحظات شروع شد. اول توسط رضا شاه بزرگ،
بعد از یه مدت باز به ما یه شانس دیگه دادن توسط یاران خوب رضاشاه، دلسوز رضاشاه، که با یک نوع خیانت به موقع باز کشور نجات دادن و پسر او رو بر اریکه پادشاهی نشوندن با توافق انگلیس و آمریکا این بار. و ما باز میرفتیم که روی سعادت ببینیم، ولی متاسفانه باز گویا تاریخ در همه زمینه ها اغلب تکرار مکرراته. محمد رضا شاه اون اشتباه رو کرد و فردای اون روز ببینیم بر ما ملت و خودش سرنوشت ما چجوری رقم خورد. پادشاه از ایران به زور خارجش میکنن، خودش آواره میشه، فامیلش آواره میشن، تا جایی که با 48 درجه تب در بیمارستان بیه تخت نمیدن به معالجه خودش بپردازه. در یک اتاقی به قول این چیزایی که ما توی این روزا میشنویم و میخونیم، جایی که یک درجه دار یا یه افسر نیروی دریایی هوایی باید زندگی میکرد که شبی 4 دلار بود، باید میرفت در اونجا شب و بیتوته میکرد. پادشاه ابرقدرتی که دنیا بهش سر تعظیم میآورد و تونسته بود با همت خودش، با نشان دادن ثبات کشور، تمام کشورها رو، سرانشون رو در زیر چادر تخت جمشید برای جشن تاریخی ایران جمع بکنه و نشون بده که در ایران چقدر ثبات هست، در ایران چقدر امنیت هست، و این کار رو کرد و ثابت کرد. حالا ایده ای هم ایراد میگیرن، اونا همیشه ایراد میگیرن، هیچ موقع نخواستن قسمت پر لیوان رو ببینن، اینطور افراد همیشه اون قسمت خالی رو میبینن. درسته در کشور کسانی هم بودن که در فقر هم احیانا زندگی میکردن، تعدادشون هم زیاد نبود، ولی این عده به نظر من کسانی بودن که خودشون جوهر کار نداشتن، همت نداشتن، وگه نه هر کس که میخواست کار بکنه جوهر داشت به همه جا میرسید. من تو محیط کارگری بزرگ شدم. من قبل از انقلاب نماینده 5000-6000 پرسنل برق شرکت منطقه‌ای وزارت نیرو بودم. یکی از افتخاراتم اینه که بعد از انقلابم تنها کسی رو که باز به عنوان نماینده انتخاب کردن من بودم. من با محیط کارگری آشنایی کامل دارم. این کارگران کشور ما در زمان محمد رضا شاه بودن که سال یک بار به کشورهای خارج سفر میکردن، بعد از یک ماه گشتن یه ماشین یه چیزی هم میخریدن میآوردن و میفروختن، سودهای کلون هم میبردن، راحت بودن، راحتتر هم زندگی میکردن. امروز سران کشور نمیتونن به راحتی یه ویزا بگیرن برن دور دنیا بگردن. اون موقع کارگرای ما میکردن این کار. کشور مرفعی بود، در پناه اون همه منافع ایران پخش میشد. حالا خب یه مقدار یه ناملایماتی هم بود، همیشه بود، نمیشه گفت نبود، بود، ایراداتی هم بود، اما شاه داشت خدمت خودش میکرد. اما از اونجایی که رسید به اونجا که این روحیه ناسیونالیستی شاه نگونبخت هر روز که بالاتر رفت، دچار اون اشتباه فکری شد. البته تنها خودش نبود، با پیچ پیچ بعضی از یاران خائن، وزرای خائن، اطرافیان خائن، او به این سرنوشت دچار شد. خودش که اونطوری شد، وزرا و وکلا همه آواره کشورهای خارج، یه عده‌شون که پول خوب آورده بودن بیرون که خب در ناز نعمت زندگی میکنن، یه عده دیگه‌شون که آدمای شریفی بودن، سالم بودن، در هر قشری، وزیر، وکیل، عمرای ارتش، همه اینا اساتید دانشگاه‌ها دارن تو این 28 سال به صورت خیلی خیلی بد زندگی میکنن، برای امرار معاش روزانه‌شون خیلی سخت تلاش میکنن. و این شد دیگه، به قول شکسپیر، شده را ناشده نتوان کرد. این اتفاقی است که افتاد. اما عرض کردم که شاه اشتباه کرد و غرور بیجا گرفتش و اون حرف رو زد که ما دیگه به شما چشم آبیا و مو بلندا باج نمیدیم. این سخنان دو کشور ابرقدرتی که ما رو کنترل میکردن، اول انگلستان، دوم آمریکا، رو برون داشت که تغییری در روش استعماری خودشون برای کشور ما بدن. نه تنها تغییر، بلکه ما رو به جایی رسوندن که چون زخمی شدن از این حرفا و از این طرز فکر و ناسپاسی از دید خودشون، اینا به فکر افتادن که ما رو تنبیه کنن. پیامد این تنبیه بود که این اتفاقات افتاد. شاهی که میرفت کشور رو با تمدن نوین آشنا بکنه، هر روزم بهتر و قوی تر بکنه، بعد از بیرون آوردن اشخاصی رو میارن بر سرنوشت ما حاکم کردن که نه سوادی داشتن، نه از تاریخ چیزی میدونستن. اون چی که در مغز اینها بود یک دینی که متعلق به 1400 سال پیش بود و اینها فکر میکردن که هر چیزی که 1400 سال پیش خوب بوده امروز هم برای جامعه ما خوبه، چون بی سواد بودن. اونا بینش جلو دیدن جلوتر از دماغ خودشون رو نداشتن هم و تمام. و خب
این تنبیه، تنبیه کشور انگلستان و بعدش آمریکا بر ما ملت بود. ما ناسپاسی کردیم قدر این همکاری و دوستی و مودت با کشور پیشرفته جهان مثل انگلستان رو که در زمینه سیاسی و خرد از همه کشورها جلوتره. دلیلش هم اینه که همواره بر نیمی دو سوم جهان حکومت کرده و یک جورای امتیاز گرفته، فقط به خاطر که بینش سیاسی خوبی داره، قدرت تفکر خوبی داره و مدیریت خوبی داره. و خب آمریکا هم از نظر نظامی و تکنولوژی دیگه به جایی رسیده که حرف آخر رو تو این دوتا مرحله آمریکا هم میزنه، اونم حق داره امتیاز ببره از کشور ما. بله، امروز به خاطر اون تنبیه انگلستان و آمریکا، ببینید چه بلایی سر ما اومد. ما تا اینا رو نفهمیم اون چه باید کرده، سران گروه های سیاسی که همواره تو این 28 سال سوال کردن رو نمیتونیم براش جواب پیدا کنیم و نسخه بپیچیم و درمان کنیم. باید اول این ریشه ها رو بررسی کنیم. افرادی که از ایران اومدن بیرون، وزیر و وزرا و وکلا، همه دارن روزگار سختی دارن. بعضی از این آقایون عمرای ارتش پیتزا دیلیوری میکنن، رانندگی تاکسی میکنن، اونایی که خیلی باشرفن و پول نیاوردن، پولای باد آورده با خودشون نیاوردن، بخشیشون هم خیلی راحت زندگی میکنن، هیچ هم برای ایران ایرانی ارزش قائل نیستن. اما داخل کشور، کشوری که میرفت به تمدن بزرگ برسه که حقش بود، دادن دست یک مشت آخوند بی سواد، کشور رو بردن به قرا، تا جایی که همه چیشون شد مذهب خرافه، تا جایی که انقدر فقیرش کردن این کشور رو برای امرار معاش روزانه ملتی که این همه ثروت پشتشه، باید دخترای معصوم خودش رو به کشورهای عربی بفرسته و بفروشه تا امرار معاش کنه، هم خودش هم خانوادهش. 10 میلیون معتاد در کشور اضافه شد. خیلی ها باید کلیه بفروشن تا ادامه زندگی بدن. جوانهای ما بسیار چالهای اطراف ایران به زندان افتادن و شلاق و سنگسار و تیرباران و اعدام و مملکت وارد جنگ تحمیلی 8 ساله که هزاران هزار میلیارد خسارت و خب اینها نتیجه ندانمکاری سران و مسئولان کشوره. تنها شاه فقید نبود، اطرافیانش هم در این مسئله دست داشتن، نقش داشتن و اون شد که این شد. و اینها از ما دارن انتقام میگیرن، هموطنان. اینها همون استعمار خودشونو هنوز دارن، هنوز منافع خودشونو میبرن که هیچ، شاید تصاعدی به چندین برابر تا زمان شاه قبل از انقلاب میبرن. اما علاوه بر منافعشون، چون زخمی شدن، میخوان این انتقام رو از من و شما میهنمون و مملکتمون و ملتمون بگیرن. برای همینه میبینید که اون میرفتیم به دروازه های تمدن، تفکر، بینش، خرد نزدیک بشیم، امروز درست 180 درجه در عکس آن ما رو قرار دادن، تا جایی که چاه میزنن در جمکران و هزاران هزار در صف وامیستن که احیانا چلو کبابی غذایی برای امام خودشون در ته اون چاه که میگن 1400 سال اون توه غذا برسونن که مثلا این امام نمیره. ببینید ما به کجا رسیدیم. جای وزرای تحصیل کرده کشور ما، عمرای ارتش دور دیده ما در بهترین کشورهای دنیا، جای اساتید ما که به بهترین وجه تحصیل کرده بودن و آگاه شده بودن، امروز هرچی بی سواد، خراف دوست، معلوم الحال، لات، چاقوکش، اینا رو بر مسندهای وزارت و وکالت و عمرای ارتش قرار دادن. این فکر نمی کنید یک نوع تنبیه به شعور شما ملته؟ تنبیه هم هزار مدل هست دیگه، این هم یه نوشه. اینا دارن ما رو تنبیه میکنن. وزرای شاه فکر میکردن که مملکت رو اونها میگردوندن، برای همین اونها هم این باور رو پیدا کرده بودن که ما این که کشور ساختیم. نه هموطنا، این سیستم بود،
سیستمی که پشت حکومت ایران بود و توافق انگلیس با ایران داشت کشور رو اجازه میداد به پیشرفت بره و ما با ندونم کاری هامون اون رو استاپ کردیم و به اینجا رسوندیم که امروز هم خودتون رو دچار مشکل کردید چه در خارج از کشور و بقیه ملت در داخل کشور، چون متوجه نشدیم، متوجه بعضی از مسائل نشدیم، یهو خودمون رو گم کردیم. ما ملت در طول تاریخ باهی کور خودمونیم و بینای دیگران. یعنی چی؟ ما زمان شاه هر اتفاقی که می افتاد، اگر یه بادی از سمت شرق به طرف غرب می وزید و احیانا سر راهی سخت یه خونه رو خراب می کرد، بلا فاصله تو خودمون همه به هم می گفتیم آقا کار این انگلیس هاست. و در این بعد از انقلاب هم اضافه کردیم، شاه هم بهش اضافه کردیم که هرچی می خواهی به امریکا هم فوش بدیم. راجب اون اونطوری تای دلاتون فکر کنید، راجب این هم از نظر زبونی شعاری فوش بدیم. ضمن این که همواره همیشه اینا بودن، همیشه اینا بودن و ما ترجیح دادیم عوض دو کشور قدرتمند سیاسی جهان و نظامی تکنولوژی جهان که به اصطلاح فرض بگیریم اینها کشورهای پل و خور حسابشون بکنیم، جاشون رو عوض بکنیم به خاطر ندونم کاری خودمون و بیاریم با یک کشور روسیه جاش عوض بکنیم که اینها در بین چیزهای خودشون میگردن یه نخودی گیر بیارن و بخورن. کشوری که به خودش نمیبینه به دیگری هیچی نمیبینه. کشور روسیه یا چین درست 180 درجه با کشور انگلستان و آمریکا فرق داره. شما کشور روسیه از نظر بنده یکی از موذی ترین پدرسوخته ترین کشور جهانه و تمام اونایی که برای روسیه کار میکنن خائنین متاسفانه هموطن من و تو به نام توده‌ای. من فکر میکنم بدترین قشر جامعه ملت ما و کم شرفترین قشر جامعه ملت ما رو شما به یقین و جرأت میتونید توده‌ای های ما رو خطاب کنید، چون اینها خیلی به ما بد کرد، خیلی بد کردم و ما چوب سنگینی رو خوردیم از اینا. کما اینکه الان هم حکومت آخوندی اکثرا در دست همین توده‌ای ها و روسا هست. حالا چین هم تازگی خورد اومده اضافه. برای مثال شما ببینید چقدر فرق ما بین دو ابرقدرت. چینی که شما در هر کشور خارجی اگه نگاه کنید جایی که به اصطلاح محله های بازار چینی ها هست، شما یکایک این مغازه های چینی رو بگردید میبینید یک نفر غیر چینی در استخدام خودشون ندارن. از همه میگیرن هموطنا، اما به هیچ غیر خودشون یک ساعت کار نمیدن، اما از همه میگیرن. آمریکا میرن، انگلستان میرن، کانادا میرن، تمام کشورهای دنیا میرن اونجا از برکت وجود اون کشور تحصیل میکنن، منافع میگیرن، کاسبی میزنن، به پول میرسن، اما یک خاصیت برای غیر چینی ندارن به طور کلی. به هیچ کس هم اجازه نمیدن تو هیچ کاسبیشون دخالت. این بد بودن یک کشور مستعمره کننده رو نشون میده. شما ببینید ما قبلا در استعمار انگلستان و این اواخر آمریکا هر دو بودیم و صاحب همه اون پیشرفت ها بودیم و میشدیم، اما ناسپاسی کردیم، اینا رو جایگزین کردیم. البته این به این معنی نیست که اینا جایگزین شدن اون دوتا دیگه نمیبرن، نه، اونا منافع خودشون همونطوری که عرض کردن تصاعدی بیشتر هم دارن میبرن و منتها مفسر کلاس رو سپردن دست اینا، دارن این بلا رو هم سر ما میارن، خودشون هم یه لفت لابی میبرن برام. ندونم کاری ما بود دیگه، متوجه نشدی، سران کشور ما متوجه نشدن. علت همینه که من این پدما رو گذاشتم اینجا، برای اینکه ریشه معضلات و بدبختی کشور ما در این سه کشور خلاصه میشه. چجوری سه تا کشور؟ برای اینکه انگلیس اول به نظر من، چون بخش عظیمی از آمریکا هم هنوز کنترل میشه با انگلیس، بعد آمریکا هست. راجب این کشور سوم هم که اسرائیل بشه من حتما یه صحبت کوتاهی با شما خواهم کرد. بله ببینید هموطنان،
ما اینا رو زخمی کردیم و تا نفهمیم به اینا نشون ندیم که متوجه نشدیم، هر روز ما کشور ما بدتر از این خواهد شد و میره که ما تازه هنوز گرمیم و اول کاره. شما شاید بگیم 28 سال دیگه این همون مصیبت، یعنی اول کاری یعنی چی؟ به این دلیل میگم اول کاری که اینها با این ندونم کاری های سران کشور ما که گاهی میکنن، با ناپختگی حرف زدن سران کشور ما، منظورم نه در داخل کشور، سران اپوزیسیون در خارج از کشور ما، همواره اینا رو ما تحریک کردیم به تنبیه خودشون ادامه بدن و دست بر ندارن از این همه مصیبتی که بر ما حاکم کرده. اوتوماتیکوار خود به خود یهو 10 میلیون بعد انقلاب ما معتاد نداریم، یهو این همه فجایع به خودی خود از یک کشوری که اون همه ثروت داره زیر زمین و روی زمین به وجود نیامده. اینها یک ریشه ای داره، در یه جا یه اتفاقاتی افتاده که اینا داره بر ما این مسئله پیش میاد. چرا یک کشوری به نام برونه که بخشی از مالزی بوده در 20 سال قبل از انقلاب ما، اینا یه بخش کوچیک جدا میشه و تشخیص میدن که برن زیر حمایت پوشش کشور بریتانیای کبیر و مستعبره اون بشن. اولا از اون موقعی که مستعبره اون میشن به مراتب زندگی خیلی خیلی فرد این برونه بهتر از زمانی داشتن که در تیکه کشور خودشون بودن. و بعد از 19 سال 18 سال همین کشور انگلستان که اینا در استعمارشون بودن، همین برونه اینا آزاد میکنه و در سال 80 بهشون استقلال میده و تا به امروز هم وطنان یه مقدار نفت و گاز دارن. تا همین امروز پول نفت و گاز در بین همه مثل کویت سابق پخش میشه و اینا از یک استایل زندگی بسیار بسیار تاپ و بالای برخوردارن. جالب اینجاست 65%شون هم مسلمونن، 20% بودایی هم، بقیهشون هم مثلا فکر کنید یه چیز دیگر، حالا کلیمی ملیمی هرچی. چطور اونا میتونن؟ چرا بر ما نشد؟ بر ما هم داشت میشد. این ابرقدرت مستعمره کننده کشور ما که در سایه بود، هرگز هم علنیش نکرد، به ما دیده بود. ما قرار بود خیلی بهتر از این کشور برونه و خیلی از کشورهای دیگه زندگی بهتری داشته باشیم. به ما دیده بود، جزء برنامه و دادستدی بود که با ما به توافق رسیده بود و کشور داشت خوب میرفت جلو. خب چرا زدیم زیر توافق؟ کشوری که انقدر ضعیفه نمیتونه هنوز کاری بکنه. آقا تا رسید به قدرت پنجم کشور جهان فکر چه خبره؟ آقا اگه تو قدرت پنجمی، اون کشوری که تو رو حمایت کرده اول و دوم هستن، اونا 100 سال تو همه دشتها از ما جلوترن. شما یارایی که با اینا در بیفتی نداری، مگر که یه فکر دونکی شدی باشه که زده به کلتون. از این روز که ما مثل اون نوکری میمونه که خونه ارباب کار میکنه و هرچی که ارباب میخوره به هر حال از همون مونده اون غذا اون نوکر هم میخوره، هرچی که ارباب میپوشه از لباسایی که دلش میزنه به همون نوکر هم میده میپوشه، هر جای خوش آب و هوایی برای تفریح لب دریا میره به هر حال اون نوکر هم برای سرویس گرفتن با خودش میبره، خلاصه ساعت فراغت چم اون نوکر هم به یه آب تنش با آب بیزن و از اون فضای اونجا اونم استفاده میکنه. و اگر همین نوکر فرزندانی داشته باشی که فرض کنید تحصیل کردن دیپلم گرفتن حالا میخوان برن دانشگاه ولی بودجه نداره، میاد پیش ارباب، اگر اربابش خوب باشه میگه آقا من بچه‌م میخواد بره دانشگاه، اگه شما آشنایی چیزی دارید یه توصیه بکنید پسر من بره تو دانشگاه، یا احیانا کمک بکنید که من از نظر مالی بتونم از پس بودجهش بر بیام پسرمو بذارم تحصیلات عالی بکنه. اربابای خوب من بارها دیدم تو دربار که کار میکردم، اون دو سالی که با سربازی میکردم تو دربار بودم برای دکتر خانم دکتر لوسا پیرنیا و شوهرشون دکتر ابوالقاسم پیرنیا، فرزندان خلف مشیر دوله حسن پیرنیا، که این خانواده بسیار بسیار محترم جامعه ایرانی بودن و من از همینجا درود میفرستم به همشون. دیدم خیلی ارباب نوکر داشتن که نوکرانشون فرزندانشون رو به خرج ارباب در کشورهای خارج میفرستادن تحصیل کنن. ارباب خوب اینطوریه. خب ما رسیده بودیم به اونجا که ارباب ما انگلیس و آمریکا بود، به ما میدیدن همه چی بهش برسیم. حالا ممکنه بعضی بگن که آقا اینا ترسیدن که ایران فلان کنه، شما رو اونو برداشتن اینو آوردن. نه، چه ترسی؟ تمام وزرا همه وزرای خودشون بودن.
تا وزیری به تایید دولت انگلستان و آمریکا میرسید در ایران وزیر نمیشد که. تمام اینا رفتن در کشور خارج تحصیلات عالیه کردن، مطیع اونا شدن، سرسپرده شدن، برگشتن به عنوان وزیر. خب اینا افراد اونا بودن، از همه چی ما آگاه بودن، هر کاری ما میکردیم با میل اونا انجام میشد. چه ترسی؟ تازه اونا 100 سال گفتن تصادی، اما جلوترن. چرا آدم ها بترسن؟ شما میتونی برای اربابی که نوکری ارباب داری، خیلی ثروتمند، جاه داره، مقام داره، پست داره، همه هم ازش اطاعت میکنن، بیای گردن کلفتی کنی، اجاران روت زیاد کنی، دوتا فوششم بدی، میدونی چی میشه؟ تمام اون خدماتی که به تو به عنوان یه نوکر میکرده دیگه نمیکنه. میگه بگیرم بزننت، بعد از لباس وطن در میارد در خونه میندازن بیرون، اگه خیلی آدم بدی باشه دستور میده هیچ جام بهت کار ندارم، دوچار زندگی پست و نان خالی خواهی شد. ما همون کاری کردیم با ارباب. آقا یه اربابی داشتیم، حالا الان ممکنه یه عده بگن آقا تو چرا میگی ارباب و نوکر؟ آقا یکی از سران اپوزیسیون در این دو سال و نیم اخیر، از سران طرفداران نظام پادشاهی، این شخص اومد یه مسائل تاریخی مذهبی رو برای ما عنوان کرد و به خیلی چیز یاد داده، از جمله خود بنده. میگه بعد از اینکه تازی‌ها به ایران اومدن و ایران رو در تصرف خودشون در قادسیه در آوردن، از اون موقع به بعد ما ایرانی‌ها رو غلام و برده و نوکر خودشون کردن و خودشون رو آقا. با سندات تاریخی هم که ایشون نشون داده به همه، میگه آقا شما در هر زیارتگاهی میری، امامزادهی که میری، تو هر سفرهی که میری، هر مسجدی که میری، سردر اونجا اینو نوشته به عربی که من خوشم نمیاد، هیچ معاویات نمیگیرم، معنیش اینه که نمیدونم چی یا ایا فلان موالی و موالی، و موالی رو هم اینطوری ترجمه کرده که آقا موالی یعنی نوکر، غلام، برده برای آقا. آقا هم کی بوده؟ اونایی که به ما حمله کردن آقای ما شدن. ما به اینا تعصب نداریم. حالا اگه من یه مثال بزنم نوکر ارباب، ممکن همه به تیش رو قواشون بر بخوره و اعتراض بکنن. نه آقا، ما در طول تاریخ متأسفانه ما رو نوکر بالا آوردن، ما رو غلام کردن. این انگلستان کشور پیشرفته خیلی خیلی سالها جلوتر از این افرادی که امروز اومدن به ما این آگاهی‌های مذهبی و تاریخی میدن، اونا تاریخ ما رو مطالعه کردن، اونا قرآن ما رو خوندن، فهمیدن تو چه چیزایی نوشته. اونا فهمیدن که آقا این ملت در طول تاریخ با یک نوع سیستم و رهبری نگه داشتن. عقب افتادگی فکری، طرفدار خرافات، و دائما بهشون بگید که آقا شما نوکر، غلام، برده اید. و اینو تذکر کردن، امر به ما مشتبه شده. ما خودمون هم دیگه قبول داریم که نوکر و غلام و برده اید. دائما هم تکرارش میکنیم. بلخص مسلمونا. و یه چیزی بالاتر اینو من میگم که ببینید در هیچ کشوری اینقدر که این تعارفات در کشور ما مصرف میشه در هیچ جا نیست. آقا به هم دیگه میرسیم، نوکرتم، مسعود جون چاکرتم، غلامتم، بردتم، عبدتم، عبیدتم، ذلیلتم. ببینید تعارفات فرهنگ جامعه ایرانی چیه. تو رو به خدا بگردی تو تمام کشورها، من همه کشورها رو گشتم اغلب، بری تو انگلیس، آمریکا، فرانسه، اروپا، چه میدونم، حتی بری توی قبیله های عقب افتاده آفریقا، ببینید یه دونه از این تعارفات پیدا میکنید که یکی به یکی میرسه بگه من نوکرتم، من غلامتم، من ذلیلتم، من بردتم، من عبدتم، من عبیدتم. نیست آقا تو این فرهنگا، حتی تو فرهنگ ما اینطور مسائلو دخل و تصرف دادن. علت اینکه ما نمیتونیم هرگز دست زانو بگیریم بگیم یا ایران بلند شیم، برای اینکه کارهای فرهنگی رو ما شده. ملتی که هنوز از قید و بند چیزهای اولیه خودشو در نیاورده، اینقدر ضعیف شده در تمام کشورهای جهان و مستعمره کننده خودش مثل انگلستان، بعدم حالا آمریکا. خب آقا باید ببرن. من اینجا باید یه چیزی بگم، ملت ایران همیشه در طول تاریخ یه اشتباه دیگه هم میکنه، و اون اینه، همیشه کور خودشه بینای دیگران. یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزایی که در خودش پیش میاد و سعی میکنه نبینه، مال عیب دیگران رو ببینه. آقا من از شما هموطنان میپرسم، مگه در طول تاریخ ما موقعی که امپراتور بودیم، هر بار قدرت گرفتیم، ما هم به کشورهای دیگه دخالت نمیکردیم؟ برای مثال مگه ما نبودیم زمان داریوش شاه کشور مصر، اجیبت امروز، برای اونا مگه ما قانون اساسی ننوشتیم؟ مگه ما کانال سوئز رو نزدیم؟ مگه ما از دیگر کشورها امتیاز نمی گرفتیم؟ چرا رای دوری میریم؟ همین 300-400 سال پیش که نادرشاه افشار به هندوستان
قشون کشی کرد، لشکر کشی کرد، مگه تا همین 200-300 سال پیش مگه کشور ایران از هندوستان باج و خراج نمیگرفت؟ چطور این اتفاقا برای خودمون که میفته جز افتخارات تاریخی ماست؟ با آقا ما چقدر خوب بودیم، دیدی از اونجا میگرفتیم از اینجا میگرفتیم، اما حالا که ضعیفترین کشور جهان شدیم به علت بیخردی، بی سیاستی، عدم ندونستن منافع و مصالح کشورمون، به این روز سیاه انداختیم کشور رو که از اون کشور پهناور امروز یه گربه کوچیکی در صحنه جغرافیای خاک جهان بیشتر نیست. چطور حالا استعمارگر رو همیشه لولو کردیم؟ بد میدونیم، البته بده، ولی زورمون نمیرسه که این امتیاز رو مگه میتونیم ندیم؟ باید بریم، برو قویشو اگر راحت جهان طلبی. نفهمیدین؟ منظورم سرام شما سران و مسئولان کشوره، نه اون ملت بیچاره نرمال جامعه که همیشه چوب بدبختی رو خوردن، سختی کشیدن، منافعش هم همیشه شما قش بردید. خب وقتی نفهمیدید همین حال روزمون دیگه، بعد هم میشینیم اینجا همش بگیم آقا این آمریکا، این انگلیس، فلان بیسار، سران اپوزیسیون ما هم در این واحد همش لاف میزنن و شعار میدن. من یه اعتقاد دیگه دارم، بذارید اینم براتون بگم. ببینید هموطنان، گاهی خیانت کردن که به ظاهر خیانت، کسی که به خاطر خودش مملکتشو برفوشه به بیگانه، این خیانت. اما اگر بعضی موقع بیاد با کشورهای بیگانه با یک درایت خاص، یه توافق خاص برسه که از برکت وجود این همکاری یا به عبارت خیانت منافع ملت خودشو و کشور خودشو در دراز مدت حفظ کنه و منافع بیشتری برای مردم بگیره، به نظر من این خود خدمته. عکسش هم هست، اگر کسی بیاد با نام دفاع از مردم، مبارزه برای مردم، برای آزادی، با ندونم کاری، با با عدم سیاست درست حرفی رو بزنه که از اون بابت خسارتی بر ملتش وارد بشه، که همیشه هم شده و ما خسارت خیلی کلونی خوردیم در این بابت، من میگم این خدمت خود خیانت. همین الان هم داریم در سران اپوزیسیون، آقا یارو هیچی در چنته نداره، هیچ کدومشون ها، هیچ کدومشون آنچنان بیخرد بدون سیاست در رابطه با کشورهای خارجی، بلخص انگلیس و آمریکا، این دو ابرقدرتی که همواره در کشور ما نقش بسزایی داشتن و دارن و خواهند داشت، کاری میکنه که این زخمی بودن اینا رو ادامه بده و طولانی تر بکنه تا جایی که کشور ما بره تمام هستیش و به نابودی بکشه همه چیش، تا جایی که اساسا نه دیگه ایرانی باشه، از تو جغرافیا ما رو ور میدارن، این زبونم بعد از 50 سال به هیته فراموشی میسپرن، بلدن اینا میدونن چیکار کنن. کما اینکه آشوریای ما در دنیا الان ازش میپرسی آقا براری فرم از کجا اومدی، میگن همه آسیریه. آقا آسیریان کجا؟ حالا همه آشوریا. میگیم کدوم کشور؟ میگیم ما کشور نداریم. شده دیگه، از این کشورها خیلی بودن که امروز دیگه اسمشون نیست. ایران هم میتونه باشه. اگر اون 5 تا ایالت گرفتن و هیچی اتفاقی نیفتاد، بقیه‌اش هم میتونن بگیرن. لاف بی خود نزنیم به ملتی که خودشو گم کرده، خودشو نمیشناسه و در چنتش هم هیچ چیزی که به عقل جور در بیاد که بتونیم به عنوان قدرت روش حساب بکنیم در مقابل این دو ابرقدرت بتونه بیسته نداریم. آقا جان سر خودمون رو کلا نذاریم تو رو خدا. اگر مملکت نابود بشه دیگه دیره. من باید بمونم، زنده بمونم تا بتونم بیام این حرفا رو احیانا بزنم، حالا یا درست یا نادرست. من خودم کنم حرفای درستیه، میذارم به عهده قضاوت شما هموطنان باخرم. بعضیاتون هم رودرواسی دارین این حرفا رو نمیزنید، ولی در باطنتون میدونم در نفس صحبتهای من با من هم‌عقیده است. اینو میدونم مطمئن. خب چرا راضی بشیم کشور ما اینطوری به سقوط 100% برسه؟ چرا گفتم خیانت بعضی موقع خدمت و خدمت خیانته؟ یه مثال عرض میزنم. زمان شاه من اومده دادم آلمان بگردم و یه ماشین خریدم برگردم. سر راه رسیدم به کشور اتریش و در اونجا رفتم شیمبرون، توی شهر وین یه کاخ زیبایی هست که توریست میره میگرده به نام شیمبرون.
موقعی که همه از همه کشورها رفته بودیم با یه دونه آنی که راهنما بود، رسید به اینجا که گفتش که یه لوحی از اینجا و فلان اینا، این زمان جنگ اتریش همه جاش با خاک یکسان شده بود و توپای دشمن رسیده بودن به جایی که میتونستن به راحتی از اون نقطه این کاخ شیمبرون رو با خاک یکسان کنن. افسران محافظ و گارد امپریال این کاخ نشستن یه جلسه سری گذاشتن، با هم مشورت کردن، شور کردن که آقا ما اگه بخوام مقاومت کنیم ما مثل بقیه کشته میشیم، این خاکم این کاخ هم با خاک یکسان میشه، بیایم تسلیم بشیم و این کاخ زیبا رو برای نسل‌های آینده به عنوانی که اتریش هم به هر حال یه چیز داره حفظ کنیم، اگرچه به ما امروز میگن خاین. تصمیم گرفتن، عملی کردن، توپا استاپ کردن، این کاخ زیبای شیمبرون موند و بعد از ده ها سال همچنان از تمام دنیا توریست میره اونجا، پول میریزن و همیشه هم اون تور لیدر، اون نماینده تور، نه تنها به عنوان خیانت از اون افسرها یاد نشده و نمیکنن و نخواهند کرد، بلکه همواره اونها رو به عنوان قهرمانان اتریش یاد میکنن. شما میبینید این خیانت که در انتها منافع کشور حفظ کرده، خدمت میشه هموطنان. حالا ببینید سران اپوزیسیون ما روزانه دارن چه خیانت‌های ندونسته با ندونم کاری‌های خودشون دارن انجام میدن و کشور هر روز به ورطه سرازیری، سراشیبی، تا جایی که بره هیچ چیزی از ایران و ایرانی باقی نمونه. اینو بهش میگن خرد؟ اینو بهش میگن دلسوز جامعه و کشور؟ نه همتون. بله منم خیلی داشتم، کشور من انقدر قوی بود که باج به هیچکی نمیداد، امتیاز به هیچکی نمیداد، اما ما اون کشور رو داریم؟ نداریم. کشور رو گذاشتیم به ذلیل ترین جا و نقطه پستی و نیستی رسیده و میخوایم با بالاترین مقام و قدرت دنیا که این دوتا باشن، انگلیس و آمریکا، در بیافتیم، امتیاز هم ندیم. مگه میشه آقای؟ چرا سر خودمون کلا میذاریم؟ چرا با این کلا گذاشتن ها گذاشتیم این وضع ادامه بده؟ بیشتر از همه خسارت بدیم، بیشتر از همه زجر بکشیم، بیشتر از همه شرفمون بره، آبرومون بره، تاریخمون، فرهنگمون، همه چیمون رفته سفال. فقط از این ملت 77 میلیونی عده‌ای، شاید بگم 1%، نیم درصد، اونایی که به یه شکلی خودشونو چسبوندن به این کشورهای بزرگ و کوچیک‌تر که همشون هم ما منافع میبرن، دارن منافع خودشونو میبرن، حق خیانت خودشونو میگیرن، در کمال ناز و نعمت آنچنانی که غیر قابل باور باشه دارن همشون زندگی میکنن، به ریش بقیه ملت که ما 77 میلیون باشیم دارن میخندن. خب چرا؟ چرا حالا که ما زورمون نمیرسه؟ حالا که هیچ رای نداریم؟ آه کوتاه بیاییم با خرد، این کشور انگلستان رو قبول داشته باشیم، این آمریکا رو قبول داشته باشیم، بهشون احترام بذاریم، دیگه پرخاش نکنیم، تو دلامون قلبمون رو صاف کنیم، باشون مهربون باشیم، دوستشون داشته باشیم و این دوستی رو، این علاقه رو نشون بدیم، نشون بدیم که آقا ما متوجه شدیم 28 سال برای بیدار شدن و آگاهی برای ما بسه، بیشتر از این ما رو تنبیه نکنید. ما ملتی نیستیم که مستحق این همه فجایعی باشیم که در هیچ کشوری در دنیا، امروز اینقدر که در ایران این بلا سر ما میاد هیچ جای دنیا نیست. به هر حال اینا هم شعور دارن دیگه، هر چه قدم که پست باشن، اولا نه به خاطر دلسوزی من و تو و هموطن، به خاطر منافع خودشون، اونا هم دوست دارن منافعشی رو ببرن در یک امنیت درست، نه اینکه هر دقیقه بلرزن آقا این یارو داره ورود نابخردی داره لغت به بخت خودش میزنه، احیانا مملکت هم برمی داره زیر رو میکنه با یه دونم کنی و نمیدونم یه چیز اتمی بزنه یهو داغون کنه خودش و بقیه رو خراب کنه، منافع ما رو بندازه. به خاطری که ما این ناامنی رو ایجاد کردیم رو ندونم کاری، چه در داخل کشور چه سران اپوزیسیون، هر دوش هم فرق، هر کدوم یه جوری دارن به این مسئله گمراه کننده دست میزنن، انقدر ناامن کردیم که یارو برداشته بفهمه نابشو برسه تو گلوگاه خلیج فارس با ندونم کاری های خودمون. اون آقای حسن عباسی تاپ ادوایزر ایران اومده بود چند پیش که همه فیلماشو دیدیم، ما با آمریکا میگیم اگر بخواد فلان کنه یه کشتی رو تو همین تنگه هرمز قرق بکنیم، منافع شما برای همیشه قطعه. بفرما دهن گشادتو وا کردی با بیخردی، خیال کردی خیلی سیاسی داری حرف میزنی، مردم هم حتما همه براش دست زدن گفتن آقا چه آدم ناسیونالیستیه این آدم، بله ناسیونالیست مذهبیه و افراطی تو هر دوش. نتیجه چی شد؟ 6 ماه بعد از سخنان این آقا و امثال اینها
بزرگترین ناو آمریکا الان درست تو همون گلوگاست. حالا اگه جرأت داری یه دونه قایق بادی بفرست طرف اون وقت دیگه نمیتونی. اینجاست که من میگم یه عده هموطنان به ظاهر به عنوان دفاع از مرز و بوم ما بنا به دفاع از آزادی کارایی رو میکنن که بلایی به سر ما میاد، هر روز مصیبت بر ما اضافه و بدبختی بیشتر. دیگه وقتش بیدار شیم هموطنان. روی سخنم بیشتر قشر تأثیر کرده است. افرادی که یدکش الیت جامعه رو دارن، چه در خارج چه در داخلیش فرقی نداره. ما باید قلبمون رو پاک کنیم، این دوتا کشور رو بهش احترام بذاریم و بهشون بفهمونیم که آقا ما متوجه اشتباه خودمون شدیم. اولینه. دومینه، چون من معتقدم نیمی از آمریکا هنوز توسط این کشور پیر سیاست که با خردش بر دو سوم جهان هنوز داره حکومت میکنه. بعد همین برای اینکه کشور خودمون رو در سیف ساید مجدداً قرار بدیم و روی آسایش و ترقی ببینیم، بتونیم یک بار دیگه بلند بشیم و سر بلند کنیم، حداقل به عنوان یک کشور مورد احترام همه جهانیان، این دوتا کشور رو باید داشته باشیم. سر خودمون رو کلا نذاریم هموطن، این دوتا کشور رو باید داشته باشیم. درود به انگلستان که با خردش بر دنیا حاکم میکنه. من خیلی احترام قائلم برای کسانی که میدونن با عقل چه بکنن منافع بیشتری برای خودش و برای کشورشون داشته باشن. اگه ما ناراحتیم بریم ما هم یاد بگیریم هموطنان، تا روزی که به اونجا برسیم که اینقدر عقل و دانش و بینش سیاسیمون به اونجا برسه که بتونیم حق و درصد بیشتر امتیازی از این دو کشور بگیریم. این کشور سومی هم که اینجا گذاشتم اسرائیل، اینم براتون بگم رو دروسی نکنید، خیلیاتون میترسید، خیلی از شما این مذهبی خرافی ها که نصف بیشترتونم اولا ایرانی نیستید، شما بی خودم حرف نزنید، از بعد حادثه و از این آشفت بازی ریختید تو کشور ما مثل لبنانی، عراقی، نمیدونم افغانی، هزار تا کشور، سودان، سوریه، همه ریختید و زبون فارسی هم یاد گرفتید. اولا هموطنان گول نخورید که اینا هی بگن فلان، اینا اولا ایرانی نیستن. ایرانی عاشق هموطنان یهودی خودشه. ما بهترین شهروندان ایران یهودیای ما بودن. ما هیچ بدی، هیچ کدوم شما در ایران بدی از یهودی‌ها ندیدید. یهودی‌ها پیوند 2500 ساله با ما دارن. یهودی‌ها رو اگه ازشون بپرسید بهترین کشور دنیا کجا رو دوست دارید، از نظر فطری، فکری و فطری در مغزشون، در دینشون، ایران صدر همه کشوراست. ایران، ایران ایرانی، نه ایرانی که الان از 6 تا کشور عربی تهاجم وارد ایران شدن خودشون ایرانی میدونن. اونا ایرانی صحبت میکنن، اونا فارسی صحبت میکنن، ولی ایرانی نیستن. کدوم ایرانیه که هموطنان کلیمی خودش رو دوست نداشته باشه؟ این اعرابه که چشم دیدن اینو نداره. بهترین دوست برای ما ایرانی ها، هموطنان عزیز، کشور اسرائیل، کشوریه که با خرده، با دانشه، با تکنیکه. و اگر هم شما ایرانیان خالص که میخواید انتقام قادسیه و قادسیه ها رو از این قوم تازی عرب که بر ما این همه فجایع به وجود آورد بگیرید، بازم گفتم برای بیمه این کار هرچی میتونید خودتون رو به این کشور نزدیک کنید، باش دوست کنید. گوش به حرف این اونی که به ظاهر ایرانی هن ولی عرب هن ندید. ایرانی خالص هموطنان کلیمی خودش رو دوست داره. ما اگر با اینا دوست بشیم، اینا همه چی دارن. همیشه میخوای دوست بگیرید، برید دوست خوب بگیرید که با خرد باشه، با دانش باشه، با قدرت باشه، که از تششعات فکری اون منافعی هم به شما برسه. این همه کشورهای عربی جز ذلت و خاری و مصیبت و بدبختی در طول تاریخ تا همین امروز برای ما نداشتن. هرگاه لازم شده از اینا برای سرکوب ما آورده شده. هرگاه لازم شده از اینا استفاده کردن برای بیشتر نگاه داشتن و عقب نگاه داشتن ملت ما و به خرافه کشیدن ما. همین کشورهای عربی. یک، دو، سه، اینها آینده ما رو میسازه. ما ظرف 5 سال در فردای آزادی با اتکا به این سه کشور درست به همه جا خواهیم رسید، جبران خسارت خودمون رو خواهیم کرد. من قول به شما میدم
ما اداره کشور رو با پولی که منافعی که ابرقدرت انگلیس میبره یا آمریکا از ایران میبره، ما با اون پول‌ها کاری نداریم. اونا سهم خودشون میبرن، خواهن برد و ما نباید هیچ نوع اعتراضی هم داشته باشیم. اما از باقی مانده ای که طبق توافقی که یه هیئتی باید برای این کار آماده بشه برن با اینا بکنن، من قول به شما میدم همه فرد آحاد ملت 77 میلیونی ما در کمال ناز و نعمت زندگی بکنن، در کمال امنیت. دیگه بعد از اینم کسی جرأت نداشته باشه به ما چپ نگاه کنه و هر روز بریم که بچه های ما تا بالاترین تحصیلات دست پیدا کنن که اگر به اون تخصص ها و تحصیلات برسن، عرض کردم ما دیگه احتیاج به هیچی نداریم، چه داخل کشور چه خارج کشور. شما آقایانی هم که دستتون به خیانت آلوده شده بر هر دلیلی که داشتید، من اعتقادم بر اینه همه ملت باید همه این آقایان هم ببخشید، هر کدوم که هر چقدر حقوق گرفتید از هر کشوری نوش جونت. شما آخوندها که هر فجایعی کردید، آدمکشاتون نها، آدمکشا در هر حال باید به سزای اعمال بد خودشون برسن. اما آخوند معمولی اون هم رابطه علت و معلوله، اون بدبخت هم یه بدبخت دیگه مثل بقیه شما چوب خورده زمان قبل از انقلاب، خب نفهمیده بدبخت، قبل از اینکه بره دنبال تخصص رفته تو حوزه علمیه بود، اونجا هم شستشو مغزی شده از بچگی، شده آخوند، کار دیگه بلد نبوده. اینا همه باید بررسی بشه، اینا همه باید بیماری ها حل بشه، عقده ها حل بشه، همه هم دیگر رو ببخشیم. و من به شما بگم اگر این کار رو بکنیم، ما دیگه احتیاجی نداریم که افراد ما هر روز تلاش بکنن از هم دیگه گوی سبقت رو بگیرن برای اینکه استریسی در صفوف خیانت برای کشورهای خارجی ثبت نام بکنن، برای CIA، اینتلیجنس سرویس فلان جا، KGB، فلان فلان فلان. آقا ارباب منافعش رو خب ببره، خب منافعش رو ببره دیگه، کاری نداره اداره کشور رو هر مدلی که ما میخوایم بریم به توافق برسیم، خودمون یک کشور پویا و سالم همراه با خرد، همراه با بینش و دانش زرتشت بزرگ آموزگار راستین ملت نیاکان ما، کشوری بشین که همه دنیا به ما فخر بفروشن، همه دوست داشته باشن بیان ایرانی بشن، نه اینکه همه ایرانی امروز اصلا آرش بهت بگه من ایرانی هم. ما میتونیم هموطنان یک بار دیگه، اما قبل از اینکه دیر بشه این کارو بکنم. من این کارو میکنم، هیچ عبایی هم ندارم. یک بار دیگه درود میفرستم به کشور انگلستان. دلیلش هم اینه زمانی که ما مستعمره انگلستان بودیم بهترین زندگی رو داشتیم و هر روز میرفتیم بهتر بشیم. زمانی که آمریکا اومد بهش اضافه شد همچنان با ندونم کاری ما مسئولان ما این وضع شد، هنوزم راه داره. ما بیایم اینا رو مطمئن کنیم که آقا ما منافع شما رو حفظ میکنیم، شما اونقدر اون درصدی که قرار منافع ما باشه رو به ما میدید و بذارید ما خودمون تصمیم بگیریم. فقط کافیه که مسئولان فردای ایران از پادشاهش گرفته تا اون مدیر کلش دوز نباشن، اگرچه هر کی به فراخور حالش، اگر یکی که استاد دانشگاه است خب باید از یک کارگر فنی بیشتر ببره، اما نباید این بیشتر بردن، اونقدر اختلاف باشه که یکی بشه راکفلر، یکی بشه انقدر که بره کلیه بفروشه. ما فقط باید اینا رو خودمون نظارت بکنیم. و تمام شماهایی که تا به امروز حقوق از کشورهای بیگانه میگرفتید، همتون حقتونه چه در داخل ایران برگردید و چه بر نگردید، از اون سرمایه های سهم داخلی کشور ما به همه شما، به اونایی که احتیاج دارن، شما که میلیاردرین که دیگه احتیاجی به اون درآمدهای آینده ایران ندارید که بستون دیگه، اونایی که ندارید، اونایی که در این سالهای آوارگی باختید، سختی کشیدید، ستم کشیدید، شما حقتونه از اون سهم ایران چه داخل کشور بشید چه نشید، باید به شما اون سهمو بدن که از کشور بیگانه دیگه پول نگیرید. کشور بیگانه باید خرسند بشه، احتیاج دیگه به این همه جاسوس و خائن نداره که دیگه، اون منافعش رو میخواد ببره، ما ته کردیم بهشون بدیم دیگه. بله باید بدیم، زورمون نمیرسه، انقدر ادامه بدیم تا روزی که از نظر فکری انقدر بیاد بالا بتونیم بازم تازه نه از راه قهرآمیز و جنگ و کشت و کشتار و من اینو بزنم من اونو بزنم من تو رو میکشم تو منو بکش اینطوری، نه از راه خرد و اندیشه و زبون دیپلماسی و بر سر روی میز مذاکره نشستن، بشینن مسئولان دلسوز جامعه ما در فردای آزادی بشینن حق بیشتری با توافق بگیرن، این تنها راهشه. هیچ کس حقش بیشتر از اون یکی نیست،
هیچ سران هیچ حزبی نمیتونه بگه من و شما غیر. نمیشه آقا. مگه میشه یه دونه حزب بره اونجا بگه من فلان؟ این که میشه آدولف هیتلر؟ هر کس بخواد بره باید یک ائتلاف ملی در بین باخردان. من یه بار دیگه با عرض معذرت اینو بگم، شما آقایونی که به دلیل خیانت اشتباه کاری هرچی اولا در یه سنین بالایی هستین که دیگه شما واجد شرایط نیستین دیگه. بابا 65 سال که شد یه کسی بازنشست میشه در همین خارج، در زمان ایران خودمون 30 سال خدمت یارو بازنشست میشه. آقا برید اگر کمبود پول دارید، وظیفه اون ملت اون کشور که اینقدر به شما بده که راحت زندگی کنید، احتیاج به فروختن نداشته باشید. چقدر از شاعران ما از فقر، چقدر از برنامه گذاران ما از فقر، چقدر از اندیشمندان و اساتید دانشگاه ها و نویسندگان ما از فقر به اهرام از دا از فقر بند خدا رو ما بهشون توجه نکردیم. اینا به طرف خیانت رفتن و اگر نه هیچ کدومشون خائن نبودن بالفطر. کسی خائن به دنیا نمیاد. کسی که میره تن فروشی میکنه هرگز برای تن فروشی به دنیا نیومده. مگه اون بعدش میاد از زندگی شرف و با شرف زندگی کنه؟ نه، جبر اون وادار کرده که این کار ننگ بکنه. اما اگر از پول ملت ایران به طور مساوی تقسیم بشه، فقط دوست نباشه یا یکی مثل رفسنجانی یا رهبر 40 میلیارد خارج از کشور بفرسته برای بچه‌هاش تو بانگاه، فقط کافیه این کارا توش نباشه. و اگر نه، خب اگر یه بابایی که شاهه به خاطر مخارجای زیادی که داره، روابط دیپلماتیکی با جهان داره، مهمونایی که میان و میرن داره، خب باید بودجه دولت برای اون حقوق بیشتری تعیین کنه تا منی که مثلا کارگر یه کارخونه هستم. ولی اون کارگر کارخونه باید همه چیش مرفع باشه، مسائل اولیه‌اش هم وطنان باید مرفع باشه مثل خیلی از کشورهای پیشرفته جهان. البته گروهی از طرفداران نظام پادشاهی قوانینی هم نوشتن. اگر شما بقیه طرفداران نظام پادشاهی قبول ندارید، شما بیاید یه قوانینی بنویسید مترقی‌تر برای فردای آزادی کشور ما که مردم حق انتخاب داشته باشن، هر دو رو بخونن، اگه مال شما بهتر بود مال شما رو قبول کنن، اگر مال اون قبلی که قبلا نوشته بهتر بود اون رو قبول کنن. به هر حال این پارلمان آینده است که دربارش فکر میکنه. اما نرید از هم دیگه کپی بکنید، فقط بخواید زحمت سالیان سال اون شخصی که کشیده رو شما یه شبه دزدی کنید. اساسا دیگه من عرض کردم اگر ما به اینجا برسیم که الان بفهمیم باید چی کار کنیم، دیگه احتیاج به این چیزهای کمبودهای شخصی نداریم. من احتیاج ندارم نامم حتما مطرح بشه یا وزیر و وکیل بشم تا راحت زندگی کنم. نه، وزیرم نشدی میتونی راحت زندگی کنی. اینقدر تو اون مملکت بودجه هست که شما هم زندگی کنی، راحت زندگی کنی. باید این کار بشه. اون گروهی که من مد نظرمه با هم ائتلاف کنن، درستاشون، اونایی که بیشتر زحمت کشیدن، جونشون رو گذاشتن، وقتشون رو گذاشتن، روزی 20 ساعت نشستن برای شما صحبت کردن، فعالیت کردن، خطر کردن احیانا، اینا رو انتخاب بکنیم به عنوان یک گروه مؤتلفه تمام آحاد ملت، راست و چپ و مجاهد. یه عفو عمومی بدیم به خودمون، همه ببخشیم. هر چی که شده دیگه شده، تموم شد. بیایم زندگی رو ادامه بدیم برای خاطر فردای بچه‌های خودمون. من که الان اینجا دارم با شما صحبت میکنم، الان من فکر می‌کنم قلبم دچار اشکال شده، دو سه روز شاید بعد از این صحبتم یه راست فردا بلند شم برم بیمارستان، چون قلبم خیلی درد میکنه. شاید هم دو روز دیگه مردیم. فدای سر همه شما هموطنان عزیزم شدیم. هممون همینطوریم. چقدر توی خارج از کشور سکته کردن، سکته مغزی، سکته قلبی، فلج شدن، توی بیمارستان افتادن به خاطر همه این فشارهای سیاسی. بس دیگه. هنوز که هنوز هموطنان تو بازار تهران اگر برید پیر مردهایی رو میبینید که 80 سال سن دارن، کمرشون خمیده شده، کوله پشتی به دوش دارن، باری رو در روز تا شب حمل میکنن که 4 برابر وزن خودش این پیر مرد 80 ساله، فقط برای اینکه لقمه نانی رو آخر شب با خستگی، فرسودگی و درد فراوان ببره بده به زرچش که با آبرو زندگی کنه. تو را به اهورای ایران بیایم کمی فکر بکنیم، بیایم کمی خرد و درستی رو پیشه بکشیم. بس دیگه، ذلت برای هممون بسه.
از رضا پهلوی به نظر من ذلت کشیده تا اون فردی که داره اونجا بارو میکشه جلوی بازار تهران، همه ما رو به یه نوعی به ذلت انداختن. علتی که میگم رضا پهلوی هم دلیلش اینه، کار درستی نیست که هرکی پدرش هرچی بود ما اون بچه رو نسبت بدیم به او. پدر ایشون شاه بوده، پس ایشون شاهزاده رضا پهلوی. پدر اون آقا دکتر بوده، پس بگیم دکتر زاده مسعود حمید کردار. اون یکی پدرش کفاش بوده، پس بگیم کفاش زاده مسعود حمید کردار، که این بدبخت بهش توهین میشه. زدیم یه بابایی مثلا تبله دار بوده، باید بگیم تزاده مسعود حمید کردار، بهش توهین کنیم. این عناوین اصلا معنی نداره. هر موقع رضا پهلوی شاه شد، من با احترام ایشون رو شاهنشاه ایران خطاب میکنم. هر موقع شما آقای ایکس، شما خانم ایکس وزیر شدید، من سرکار خانم وزیر شما رو لقب میدم. شما دکتر فیزیشنی که اگر در مرتبت اومدم، من شما رو آقای دکتر خطاب میکنم. اما نه با هر کاغذ پاره ای واسه خودتون عنوان بگیرید و عنوان بسازید و نام بگیرید و با این کاغذ پاره های بی صلاحیت بی ارزش بزنید تو سر هموطنان خودتون. امروز خیلی ها هستن که سواد ندارن، ولی سواد واقعی جامعه شناسی رو پیدا کردن در طول این سال ها. درس واقعی رو اونها خوندن، از جامعه یاد گرفتن، به خرد خودشون اضافه کردن. با یه کاغذ پاره خودتون رو گول نزنید فیلتون هوای هندوستان بکنه. تا یه میکروفون توی تلویزیون به ما دادن، یهو احساس رضا پهلوی رو ما دست بده، یا یهو احساس نمیدونم شجاع‌الدین شفا بهتون دست بده، یا شخصی دیگه ای که مثلا در رابطه با مذهب اومده این همه آگاهی رو داده، تا یاد میگیم به ما هم میکروفون میدن، دو تا کلمه از حرفای اون بابا رو میدزدیم و میگیم، هرگز هم نمیگیم این هر کی شنیدیم، به حساب خودمون میذاریم، میخوایم کسب ریشه کنیم، کسب نام بکنیم. دیگه این دزدی ها بسه، دروغگویی ها بسه، بیایم خودمون باشیم، رو دروسیرا بذاریم کنار. بله، من فکر میکنم که تقریبا همه حرفا رو زده باشم. کار سختیه، این سومین باری که این فیلم رو من هی پر کردم، از نو خالی کردم، عرض کردم من کاره نبودم. من میتونم ده ها ساعت صحبت بکنم، کارم بوده، نماینده و لیدر 6000 تا پرسنل بودم در طول 14 سال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. به راحتی میتونم سخنوری کنم، اما اینطوری به این شکل و سب فیلم ساختن در یه مورد به خصوص و بدون نوشته صحبت کردن این حرفا و بخوام اون نظر مطلوبم رو به شما هموطنان برسونم، خب سخته. امیدوارم که مطلب رو رسونده باشم و این وظیفه خودم دونستم که همیشه خودم رو سخنگوی شما مردم میدونستم. در طول این 20 و چند سال همیشه توی رادیو تلویزیون ها، توی روزنامه ها، چه به صورت مقاله های کوچیک موقعی که در هامبورگ بودم برای دکتر مصباح‌زاده به عنوان طنز علیه آخوندها و حکومت ایران می نوشتم، چه به صورت داد و فغان هر جا که دادی بوده زدم، هر جا که انتقادی بوده که میدونستم شما هموطنان دسترسی به میکروفون و تلفن ندارید انتقاد بکنید، من جای شما کردم. صدای من و اغلب هموطنان ما در خارج از کشور میشناسن، عده زیادی هم از نزدیک میشناسن، تو همه گروه ها و احزاب ها رفتم، اونجایی که درست بودم باشون همکاری کردم. به هیچ کس هم دینی ندارم، هیچ کس برای من یک قرون، یک پنی، یک ریالی خرج نکرده. برای وطنم هم همه کار کردم، جبهه جنگ رفتم داوطلبانه، متوجه حقایقی شدم، اومدم کنار، رفتم جهاد، تو دادماتا برق دادم، بازم نفهمیدن، اومدم رفتم به دانشجوهای دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارهای فنی رو یاد دادم، تای امیرآباد، اونایی که منو یادشونه باید یادشون باشید. اومدم تو برق تهران قسمت کارگاه آموزش، قسمت آموزشی شروع کردم به هموطنان و کارگران کارهای فنی رو یاد دادم. هر کاری از دستم بر اومده کردم تا روزی که تو ایران بودم. بعدم تو خارج از کشور آلمان و اینجا همیشه اونایی که میشناسن من اون کار درست کردم، وابسته به هیچ گروهی نبودم، به هیچ کس هم بی خود احترام نذاشتم، کسی رو با شعار و نمیدونم چابلوسی و اینا بزرگش نکردم، حق رو به حقدار دادم، همیشه سعی کردم درست باشم تو زندگی. امیدوارم این بارم با این سخنان خودم، سخنهای کوتاه خودم، اگه سرتون رو درد آوردم ببخشید، ولی هدفم خدمت بود. امیدوارم مسئولان جامعه، بیشتر از همه مسئولان احزاب، گروه ها، افرادی که دایره نمایندگی مردم رو دارن در خارج از کشور و داخل کشور، این مسائل رو رعایت کنن، با مسائل پوچ و خالی
برای مردم سرنوشت نسازن، واقعیت‌ها رو درک بکنن، روی زمین را برن، روی ابرها را نرن و صحبت بکنن، تو رویا حرف نزنن، واقعیت رو بذارن جلوی چششون، ببینن کشورشون در کجا قرار داره، آیا توان اینو دارن که بخوان علیه این یا این صحبت بکنن. اگر نداره خب نکنی، یه خورده رعایت بکنی. من هنوز اعتقاد دارم تمام این سران احزاب که خیال میکنن فقط خودشونن، بیان همه با هم کنار هم، کنگره منگره خیلی راه انداختن، نمیدونم خیلی مسائلات این مدت انداختن که همش مردم رو بی‌اعتماد کرده، ولی اونا اونایی بودن که همه حقوق بگیر بودن. امروز هم دیگه هم امیدوارم که شما آقایانی که یک بار چانس رو داشتین، سنتون هم بالا رفته، تو رو به شرفتون قسمتون میدم، برید کنار، بذارید اینایی که دلسوزای واقعی هستن، هنوز توان دارن میتونن برای ملتشون جامعهشون خدمت بکنن، اینا بیان جلو. من به شما قول میدم، خواهش من از گروهایی که این کارو میخوان بکنن اینه که تضمین بکنن به شمایی که کنار رفتی، اگر احتیاج داری از پول اون مملکت، حتی اگه به ایران نیومدی، به شما باید انقدر بدن که در خارج از کشورم برای خودت در رفاه و ناز نعمت باشی، تا روزی که احیانا اگر فوت کردی خواستی برگردی به خاک خودت دفن بشی، این آزادی هم داری، کشور خودتونه، هیچ کس نمیتونه بگه تو حق داری بیای، تو حق نداری بیای، نیا، این اشتباهه. اگرم روی احساسات و چه میدونم فشارهای روحی، فشارهایی که جامعه بر افراد آورده، بعضی ها یه حرف ناپخته میزنن، یه خورده درک بکنید که اینها هم روی فشار و ناراحتیه. خیلی موقع هست که دو نفر دعوا میکنن، میگن آقا اگه من تو رو بگیرم میکشم ال میکنم بل میکنم، ولی به معنی اینکه مشکلش حل میشه، خیلی راحت ما ایرانی ها میبخشیم، آدم های بخشنده ای هستیم، زیاد انتقام گیر نیستیم، زیاد کینه ای نیستیم. ما ایرانی ها رو عرض میکنم، نه اونایی که عرب هایی که اومدن تو ایران به زبون فارسی صحبت میکنن، اونا آدم های کینه ای هستن، اونا اساس فکرشون همه چیشون با کشتار و انتقام و شکنجه و اینطور مسائل هست. امیدوارم که این صحبت های من در شما افاقه بکنه، به قول عربا اثر بذاره و دیگه بس کنیم، بس کنیم، همه داریم نابود میشیم، همه داریم از این میریم، از یه جا کوتاه بیان، یه جورایی یه هیئت مؤتلفه درست کنیم، برم تو این دوتا پارلمان انگلیس، آمریکا، نه اینکه علکی اسم بنویسین شماهایی که واجد شرایط نیستید، مردم شما رو میشناسن، نکنید، بذارید اونایی که زحمت واقعی کشیدن. و خب کشور دوستم یادمون نره، این کشور به ما خیلی کمک ها میتونه بکنه، چه در پهنای سیاست، چه در پهنای خیلی مسائل که اینجا نمیشه گفت. ما باید به این ستا بچسبیم، بیمه کنیم کشور خودمون. یک بار دیگه از تمام کسانی که تا به امروز، از دیرباز 28 سال پیش به امروز، اونایی که خدمت کردن به عنوان نویسنده، شاعر، برنامه ساز، مدیر تلویزیون، من اعتقادم بر اینه همه اینها یه جورایی حتی خائنینشون یه بخشیشون خدمت بوده، بخشیش هم اشتباه بوده، اشکال نداره، ما اون بخشی که از اون خوبا یاد گرفتیم، از مجریانمون یاد گرفتیم، از سران احزاب، از راست تا چپ، از مذهبی تا ضد دین، همین خلاصه یه چیزایی به ما یاد دادن، در آگاه کردن جامعه ایرانی نقش داشتن. کینه توزی رو بذاریم کنار، همه هم دیگر رو ببخشیم، بیایم یکی بشیم، اون هیئت رو، اون هیئت مؤتلفه رو درست کنیم تا قبل از این که دیر بشه. هموطنان اگر امروز میتونید این کار رو بکنید، به فردا موکولش نکنید. این خواهش منه و من فکر میکنم اگر ملت ایران هم این حرفا رو بشنوه همین کار رو خواهد کرد. زمان رضا شاه بزرگ هم همین مسئله بود. موقعی که رضا شاه متوجه نشد، هم بهش مشتبه شد، خدا بیامرز. من اعتقادم بر اینه ملت متوجه شده بود، برای همین هم هیچکی نیومد تو خیابون تظاهرات نکرد، چون ملت تشخیص داده، همین ملت ساده‌ای که ما بهش میگیم عوام، اونها تشخیص داده بودن که آقا همه این مملکت با امپراتوری انگلستان داره میگرده، ما چی چیری بریزیم اونجا، از اینم بدتر میشه. ملت فهمیده بود، رضا شاه بند خدا نگونبخت متوجه نشده بود، چون روحیه ناسیونالیستیش اینقدر بالا رفته بود که به افراد کشیده بود و اون سرنوشتش شد. بعضی ها میگن که نمیدونم پول با خودش برد، رضا شاه دیکتاتور بود. نه آقا، اینا همه اشتباهاتی برداشتیه که شما آدمای ایراددار میکنید. رضا شاه اگه پول برده بود که چطور در تبعید طبق نوشته هایی که الان موجوده چندین بار میفرسته که از ارباب انگلستان ترتیب بدن که توسط شخصی براش پول بفرستن که اونجا به ادامه زندگی خودش در تبعید ادامه بده.
تو کدوم بانک شما پیدا میکنید که رضا شاه پولی در اونجا ذخیره کرده بود؟ نکرده بود، نداشت. اگه مردم زمینی بهش دادن، خب پادشاه اون موقع همینطوری بود دیگه، هر کی هرچی داشت برای شاه هدیه میداد. و خب اگر یه زمینی یه جا قرار بود یه ارتشی بسازن، خب از همون زمینایی که مال شاه بود براش تدارک میدیدن، در اونجا ارتش میزدن، دانشگاه میزدن، خونه میساختن. خب شاه که این زمینا رو با خودش نمیتونست بذاره رو دوشش، از مملکت دره که. اونایی که میگن قلدر بود، اونایی که میگن دیکتاتور بود، فقط در دو صورت کسانی هستن که این حرفا رو بزنن، یا دوز بودن یا خائن بودن. آقا آرد میداده یا تمام نونوها به گفته تاریخ، شواهد تاریخ که پخش کنن، مردم تو صف طولانی نباشن دوتا نون میخوان بگیرن برن خونهشون بخورن، یا رو همدشون رو احتکار میکن. خب دوتشون انداخون تو، خب حقشونه. کسی که اینقدر پسته ملت خودش رو میخواد به زجر و عذاب بکشه، اون بهتره بمیره. رضا شاه مرد درستی بود. ما امروز هم هنوز به افرادی همچون رضا شاه گونه نیاز داریم، چون اینقدر خرابی در مملکت زیاد شده. اگر بخواد با روی معاونه دموکرات معاونه و اینطور چیزا رفتار کنه، من قول بهش شما میدم 50 سال دیگه این ملت سر جای اولش برمی نمیگرده، چون خرابکاریه این 28 ساله این آخوندهای عقب افتاده اینقدر زیاده که آدمای معمولی بیان بر اونجا حکومت کنن، به این سادگی این کشور کشور نخواهد شد. علارغم اینکه اون توافق نامه ها رو با انگلیس و آمریکا بکنیم، ولی چون گفتم ما باید سعیمون بر اون باشه که حکومت داخلی، اختیار داخل کشورمون رو خودمون ترسیم بکنیم، در رابطه با آموزش و فرهنگ، در رابطه با ورزش، در رابطه با همه مسائل های داخلی خودمون باید ترسیم کنیم که بتونیم یه کشور خوب، موفق، سربلند، با احترام در جامعه با به بار بیاریم که دیگران حسرت اینو داشته باشن برگردن تو کشور داریوش و کوروش. ما میتونیم اون روزو باز داشته باشیم. درود بر یکایک شما، درود بر تمام هموطنانی که به خاطر ایران جان سپردن و کسانی که هنوز دارن مبارزه میکنن، افرادی که الان در بدرن به خاطر آزادی کشور، تحت تعقیبن، جونشون در مخاطره است، اونهایی که سراشون بریده شد مثل فریدون فرخزاد، شاپور بختیار، نمیدونم رضا مظلومان و شرفکندی ها، هر کس که جونشو برای ایران، درود به شرفشون، براشون با افتخار باید درود بفرستیم. امیدوارم یه روزی ملت ایران حق اینهایی که جانشون رو برای وطنشون باختن یه جوری به طور آبرومندانه ادا کنن و از این خانواده های اینا تشکر کنن و حق رو به حقدار بدن. درود به همه شما، شما رو به اهورای بزرگ ایران می سپارم. زنده باد ایران، زنده باد پرچم ایران.